ببین الان یه بحثی مطرحه که مثلا الان دارن صحبت میکنن که مثلا روش برخورد آمریکایی بعد از برجام با ما میخواد چطور باشه. ببینید در این که توی دولت ترامپ بنا رو بر این گذاشتن که برن دور چین رو بگیرن، جنوب شرق آسیا رو حواسشون به اونجا باشه، در هیچ شکی نیستش. منتها روش برخورد بعد از برجام همون چیزیه که این در واقع این بنده خدا آمی آیلون قبلا رئیس شیمبت اسرائیل بود اون گفته بود که ما بعد یه ائتلاف از کشورهای اهل سنت در مقابل ایران قرار بدیم. Sunni coalition that means that Turkey with Egypt with Jordan with Saudi Arabia understand that the major conflict is with Shia led by Iran and they create this coalition. منتها این مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که از داخل هم ایران مورد هدف قرار بگیره. ببینید یعنی هیچ شکی نکنید بزرگترین داشته جمهوری اسلامی ایران الان تو منطقه تو کل دنیا امنیته. شما نگاه کنه هر روز توی فرانسه و نمیدونم کشورهای مختلف دنیا بمبگذاری و چه اتفاقاتی میفته، بعد ایرانی که دور تا دورش آتشه به خاطر زحماتی که حالا دستگاه امنیتی ما دارن میکشن، به خاطر زحماتی که این افرادی که امروز دارن تو سوریه دارن میرن میجنگن، الحمدلله امنیت داریم. خب این یکی از اهداف ایناست که به شدت دنبالشه. حالا اینکه بخوام بیام مثلا امنیت کشور رو به هم بزنن، هیچ ایرانی با تمام نارضایتی هایی هم که داره هیچ وقت علیه هموطن خودش علیه کشور خودش دست به اسلحه و نمیدونم این اقدامات تروریستی و این کارهایی که در کشور دیگه داره انجام میشه هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. سه تا گروه این انگیزه رو دارن و دقیقاً شما میبینید رو همینا اینا قشنگ اومدن دست گذاشتن. اولیش منافقینه، اینا همچین انگیزه رو دارن همچین کاری انجام بدن، کمان که کردن 17000 تا الان آدم کشتن. یک جوری معلوم اینم چند وقت دم انتخابات اومدن یه سری حرفای میزنن و یه جوری در مورد یه سری افراد دارن صحبت میکنن انگار اینجا ملائکه الله بودن، فرشته های خدا بودن اومدن رو زمین. بابا در مورد کسایی دارید صحبت میکنید که بچه کوچیک کشتن، آدم کشتن، زن کشتن، 17000 نفر آدم کشتن. همین آقای تارپلی وبستر اومده بود ایران یه همایش صهیونیسم و تروریسم رو گذاشته بودیم تو همین فرنگسرای سمت اون یوسف آباد، نمیدونم چه فکر کنم شفق باشه، آره اونجا گذاشته بودیم. من یه کتابی که مؤسسه هابیلیان آماده کرده در مورد ترورای منافقین برداشتم بهشون در واقع هدیه دادم به انگلیسی. ایشون اصلا باورش نمیشد، میگفت 17000 نفر از شما آدم کشتن صداتون در نمیاد. میگفتم بیا نگاه کن اسمش، بچه 6 ماهه داریم تا پیرمرد 70 80 90 ساله، یه جوری حرف میزنن انگار اینا مثلا الان بچه پیغمبر بودن اینا اعدام شدن. بابا بعد از اینکه اینا حمله کردن، بعد از قسم 598 اینا حمله کردن اومدن تو خاک ایران با کمک عراقی‌ها. یعنی فکر کنید که کسی که به ظاهر ایرانیه دیگه، حالا ژن ایرانی داره، توی این مملکت زندگی می‌کرده، رفته اونور توسط صدام تجهیز شده با حمایت هوایی صدام دوباره حمله کرده به ایران، بعد ما تو عملیات موفق مرصاد اینا رو پس زدیم، یه ده از اینا تو زندان بودن، اینا رو آوردن گفتن آقا توبه میکنید از این رفتارتون، تا دیروز حالا یه بحثایی داشتید اما الان دیگه صحبت سر اینه که تو با دشمنی که 8 سال با ما جنگیده رفتی دست توی کاسه کردی اومدی الان داری به خود ایران حمله میکنی. یه دوشون گفتن نه این کار اشتباه بوده، بعدن هم آزاد شدن، مثل همین امثال ایرج مستاقی که الان اونور آبه فوش هم داره میده صبح تا شب به نظام. در اون فکر نکن الان مثلا حزب الله شده، نه یه دوشون گفتن نه ما رو ول میکنی با هموناییم. خب شما همچین کسی ولش میکنید؟ بابا انگار که مثلا یه داعشیه رو بگیرن بعد بگه شما بعد منو ولم بکنید. خب ولش کن دوباره آدم میکشه. یک جوری اعدامای شصاف. بابا لامصب به خاطر 4 تا رأی این حرفا رو میزنید، حالیتون چه بلایی ممکنه تو آینده سر مملکت بیارید؟ تطهیر منافقین امروز تو دستور کار قرار گرفته. همین صوتی که از این آقای منتظری پخش شد چه نتیجه ای داشت؟ جدی بیان بگن که آقا اینا مثلا مظلومانه کشته شده. بابا جای شاکی و متشاکی دارید عوض میکنید، جای قاتل و مقتول رو دارید عوض میکنید، اصلا میفهمید دارید چیکار میکنید؟ و دوتا رأی چقدر میارزه؟ این یه رأی از شما در نظر بگیرید، منافقین. بعد همین منافقینی که با کی جلسه داشتن چند وقت پیش، این افریته مریم رجوی جلسه داشته با کی؟ با ترک الفیصل، مسئول استخبارات سابق عربستان سعودی، تو پاریس رسما با هم جلسه گذاشتن، اومدن پشت تریبون سخنرانی قرار گرفتن. بعد اون تحلیلگر عراقی گفت اینا چند سال با هم ازدواج هم کردن، چند وقت با هم ازدواج هم کردن. دو، اینو بذارید کنار یه دیدار دیگه، این دیداری که خیلی مهمه، دیدار مریم رجوی با مکن، جنرال مکن. جنرال مکن کیه؟ جنرال مکن متخصص برنامه‌ریزی های تروریستی تو کشور است. همین مکینی که تو جنوب سوریه، عکسش از تو اینترنت شما یه لطفی بکنید تو گوگل سرچ بکنید ببینید، همین مکینی که تو جنوب ترکیه با
مخالفین بشار اسد جلسه گذاشت، بعدش ببینید چه بلای سر سوریه اومد. این الان اومده با مریم رجبی جلسه گذاشته. یه رأس این مثلث منافقانه. شما فکر می‌کنی همینجوری اتفاقی صوت منتظری در بیاد و یهویی اعدام 67 بولد بشه و بیارن تو چشو؟ بعد اینا برنامه دارن. بعد چه آدمایی؟ آدمایی که ایدئولوژیک، آدمی که دست بهشون می‌زدی سیانور می‌خورد خودشو می‌کش. میگن اینا رو بعد ما چشون می‌کردیم می‌ذاشتیم تو موزه. حرفای میزنن اینا به خدا قسم. برید آقا تو رو خودت تو همین اروپا ببینید بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که تموم شد شکست خوردن این جبهه هیتلر، برید ببینید فرانسوی چیکار کردن با کسایی که با هموطنای خودشون که زمانی که فرانسه تحت تصرف هیتلر و سپاهش بود و ارتشش بود، ببین چه برخوردی کردن. ده ها هزار نفر رو اعدام کردن بعد از هیتلر تو کشور خودشون. آقا یه سری از همین زنا که تو فرانسه بودن با سربازای نازی شاید مجبور شده بودن رابطه داشتن، رابطه جنسی داشتن، اینا رو لخت مادرزاد کردن آوردن تو خیابون، مدفون میمالیدن رو صورتهای اینا تو خیابون میچرخوندن، همشون رو اعدام کردن. دسته دسته بودن فرانسوی ها هموطن خودشون. اصلا طرف اسلحه هم دست نگرفته بود، نه مثل این منافقی که اسلحه دست گرفته بود. من نمیدونم تا کاسه داختر از آش میشن یه عده‌ای. یه دوتا رای من نمیدونم واقعا چقدر میارزه. اینا خطرناکه ها. اینا بعداً باید یه اتفاقی تو مملکت ما بیفته تا یه عده قدر امنیت رو بدونن. بعد مثل صبح شب تو مثل سوریه بشه، مثل حلب بشه، مثل دمشق بشه تا یه عده قدر امنیت رو بدونن. دور تا دور ما نگاه کنیم چه خبره. یهو زامبی و جونور دور تا دور ما ریختن. ببین تو پاکستان چه خبره، تو افغانستان چه خبره، تو عراق چه خبره، تو همین ترکیه چه خبره، اینا ادعاش میشه. بعد میگن که آقا باید اینا رو نازشون می‌کردیم می‌ذاشتیمشون تو موزه. ضلع دوم تکفیریان. یعنی این مثلث یه ضلع شد منافقین که ببین من چی گفتم، ببین خوب دقت بکنید، خوب گوش کنید، ببین حواستون جمع باشه. ببین ما یه بار گفتیم که چی، یه جا میگیم که مردم ایران خودشون علیه هم اصلا نمیکشن الحمدلله، اما یک سری افراد هستن انگیزه این کار دارن. یکی شدن که یا منافقا، دو تکفیریا. بله تکفیری اصلا حالیش نمیشه، اون ایرانی غیر ایرانی میفهمه، اون بابت اون ایدئولوژی مزخرف خودش حاضر خودش منفجر بکنه. بعد شما میبینید که هی اطراف مرزها رفت آمد دارن با دستگاه امنیتی پاکستان، نمیدونم چه همین عربستان سعودی. خب ببینید چقدر ارتباطات داره با اینا. هیچ کس هم تو دنیا با عربستان سعودی کار نداره. کارخونه تولید زامبی، کارخونه تولید تکفیری. یک نفر یه بار شما بیاید آمریکا یا صبح تا شب این رئیس جمهورشون عوض میشن، همشون اون نفت عربستانو میخوان، اونجاست گردن میزنن، عیبی نداره، زن حق رانندگی نداره، عیبی نداره، فقط ایران. همه مشکلات دنیا الان ایرانه. الان مثلا بشار اسد، خب که منم هیچ مثلا ارادتی هم فکر نکنم مثلا شخصا به بشار اسد دارم، نه، الان بشار اسد کلا بده، ملک سلمان خوبه دیگه، کلا دموکراسی داره، همه چی داره. بله اینا واقعا جز عجایب خلقت آدم تو این دور زمانه، خدا شاهد دهن یه سری افراد داره میشنوه. این عربستان سعودی صبح تا شب داره پول خرج میکنه که امنیت ما رو برزه بخره. داره همین تکفیرا کی پولی بهشون میده؟ کی داره اینا رو آموزش میده؟ اسلحه رو کی به اینا میرسونه؟ از آسمون براشون میرسه؟ پشت سر همه اینا هم همون آمریکایی و اسرائیلی. وقتی آمی آیلون داره میگه که ما باید اتحاد اهل سنت درست کنیم، یه ائتلاف نظامی درست کنیم دور ایران بگیریم، یعنی چی؟ اون میشه اون ائتلاف ارتش کلاسیکشون. تو داخل هم باید چیکار کرد؟ امنیت رو ریخ به هم. پشت سر همه اینا هم آمریکا و اسرائیل وایستادن. این میشه این سه ضلع مثلث. یه ضلع شد منافقین، یه ضلع شد تکفیری، یه ضلع هم شدن همین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها. بعد یه عده‌ای هم من نمیدونم فکر می‌کنم مملکت چرخوندن بازیه عزیز من، امنیته. تو مملکت داری صدا زندگی داری می‌کنی که صدای گروله نمیاد. چهار تا ضد هوایی ما شلیک کرد برای دو تا پهباد اومده بود تو من منطقه سمت دانشگاه تهران و امیرآباد و اونجا، مردم جمع شدن تعجب برانگیز بود، تا صدای گروله نشنیده بودن. خب بخاطر چیه؟ بخاطر کسایی که دادن تو سوریه می‌جنگن. نمی‌بودن 5 سال پیش 6 سال پیش بعد تو وسط تهران منو شما بس بچن که بشین الان چه بشینم من برای شما حرف بزنم، شما منو نگاه بکنید، بعد وای میشدیم 5 6 سال پیش وسط تهران سنگر میبستیم با اینا بشستیم بجنگیم با اینا مبارزه کنیم.